شما به تعلیم و تربیت گفتید، در این گزارش اشاره میشه که چون تعلیم و تربیت جنسی ندارن، به عنوان مثال بسیاری از مردان این آموزش جنسی رو از طریق دیدن فیلم های پورنوگرافی پیدا میکنن و میخواهند آنچه در اون فیلم ها رو دیدن با زوج خودشون، با همسر خودشون به اجرا کنن، پیاده در بیارن و این باعث واکنش بسیار منفی همسرانشون شده. حالا آیا واقعا پورنوگرافی میتونه یک منبع آموزشی باشه؟ پورنوگرافی میتونه یک منبع شاید یادگیری باشه در سطح بسیار ابتدایی و خب برای تحریک. منتها وقتی که شما با فرهنگی روبرو هستین که در اون اگر که خود ارضایی بکنید قراره که به طبقه هفتم جهنم معول بشید، من فکر میکنم که خیلی برای یک کسی سخته که در این حال که از لحاظ جنسی داره تحریک میشه و لذت میبره، در این حال با بدترین احساس شرم و گناه سکس رو تجربه بکنه، بعد میاد توی رابطه جنسی، همون سکسی که حالا باعث تحریک و حس گناه و شرم هست، همون سکس رو میخواد با یک کسی تجربه بکنه. خب همه اینا درد سرسازه در جایگاهی که اون زن که هیچ تجربه‌ای نداره و خیلی کمتر هم حتی از اون میدونه، حالا باید رول یک ستاره پورنو رو بخواد در تخت بازی بکنه. خب همه اینها قبول بکنید که بسیار بسیار مشکلاتی رو ایجاد میکنه در جایگاهی که این دو نفر حتی رابطه صمیمی و دوستی بینشون ممکنه هنوز پا نگرفته بشه و همدیگر رو نمیشناسن. من نمیگم پورنو بده یا خوبه، فکر میکنم اگر ما تعلیم و تربیت درستی داشته باشیم، اگر از نوجوانی بتونیم به نوجوانانمون یک آموزش هایی در مورد بدن خودشون، اینکه خود ارضایی چقدر میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه در شناخت بدن خودشون، در شناخت اون چه که تحریکشون میکنه، اون چه که تحریکشون نمیکنه، در مورد اون چه که دوست دارن، دوست ندارن، کجای بدنشون حساسه، کجا میخوان که لمس بشن، کجا دوست ندارن که لمس بشن، و بعد بتونن این رو به پارتنر و یا شریک خودشون یاد بدن بدون حس بدی. و بعد یاد بدیم مراحل شناخت رو در رابطه. ما یک ویدیویی رو همسر من درست کردن، یک سی دی الان در دسترس داریم به اسم 12 مرحله رابطه های عاشقانه که 12 stages of romantic relationship فارسی و انگلیسیش هر دو در دسترس هست، که در اصل 12 مرحله رابطه عاشقانه رو در اون شناسایی میکنیم که روابط جنسی یکی از اونهاست. ولی قبل از رسیدن به این مراحل جنسی، مراحل آشنایی، شناخت، صحبت کردن، صمیمیت، به وجود آوردن یک رابطه سالم مراحلی داره که خیلی وقتا شما میدونید توی ایران آشنایی هست و خواستگاری هست و ازدواج، بعدم طلاق. یعنی ما فقط 3 یا 4 مرحله داریم، در جایی که 6 مرحله تا قبل از رسیدن به رابطه جنسی باید طی بشه و ما اینها رو نداریم، شناختی ازش نیست.